در این قسمت از برنامه توجهتون رو به گزارشی از روزنامه های حکومتی امروز که توسط همکارم ارائه میشه جلب میکنم سلام و درود به همه بینندگان عزیز در هر کجا که هستید تیتر مشترک روزنامه های حکومتی سهشنبه 11 دی به اشک تمساه خامنهای برای فلسطین اختصاص پیدا کرده در کنار اون جنگ و دعوای باندها حول اعتراف پاستار محسن رضایی در مورد عملیات موسوم به کربر 4 در جریان جنگ ضد میهنی موضوع تک و پاتک های روزنامه است برجام و بسته اروپا هم موضوع حملات روزنامه بانده باند ولی فقیه به باند رقیبه همینطور ابراز نگرانی از چشمانداز رژیم توی سال 98 و هشدار نسبت به بحران های اجتماعی اقتصادی توی روزنامه هر دو باند حاکم دیده میشن کیهان خامنه‌ای در وحشت از سال 98 از جمله نوشته خروج آمریکا از سوریه با تمایلات مایک پومپو و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا و در حقیقت به نوعی با تمایلات مجاهدین هماهنگ است که بولتون و پومپو حامی و بلنگوی اصلی آنها هستند و هدف متمرکز شدن بر تلاش های امنیتی و نظامی برای رقم زدن تحولات جدیدی در ایران در سال 98 است. روزنامه ابتکار که همسو با باند روحانی هستش در مورد پیامدهای امنیتی حذف بودجه درمان و بهداشت به رژیم هشدار داده و با اشاره به فشارهای رژیم به مردم از جمله نوشته وقتی به این مجموعه و روابط چرخه ناشی از آنها نظیر چرخه فقر، بیماری، بیکاری، اعتیاد، بیخانمانی، جرمزایی بیاندیشیم متوجه میشویم چرا باید تأمین بهداشت و سلامت را نه تنها در ابعاد انسانی و اخلاقی بلکه در جنبه های امنیتی آن مورد نظر داشت تمام خطراتی که از این بود کشور ما را در منطقه شکننده چون خاورمیانه تهدید میکنند روزنامه آرمان هم که از همین بانده به رژیم نسبت به محدودیت زمانیش برای رفع تحریم ها هشدار داده و با یادآوری این نکته که تحریم ها ضعیف ترین اخشار جامعه را آسیب میزنند طبقه متوسط را تضعیف می کنند و توسعه دراز مدت را مختل می سازند میگه که تحریم عین شطرنج حرفه‌ای زمان دارد و وقت هر بازیگر برای حرکاتش مشخص است و ترتیب حرکات اهمیت دارد وقت اصلاح روش ها و به هم ریختن مفروضات تحریم کنندگان بی پایان نیست اما موضوع دیگه سانسور آمار واقعی تورم و رکود توسط بانک مرکزی رژیمی که موضوع حملات روزنامه های هر دو بانده حاکم شد کیهان خامنه‌ای نوشته بانک مرکزی در حالی تصمیم گرفته فعلا از ارائه آمار تورم خودداری کند که با توجه به ملبوس بودن گرانی کالاها ها هست یا سانسور آمار مشکلی را حل نمی کند. ای کاش دولت مردان به جای پاک کردن صورت مسئله فکری به حال اصل مشکل می روزنامه روز جوان هم نوشته در آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم آزرماه به بالای 24 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به بالای 40 درصد رسیده است. آمار بالای نرخ تورم با واکنش مقامات بالای دولتی مواجه شد و بانک مرکزی مکلف شد که آمار منتشر شده از نرخ تورم را از تارنمای خود حذف کند. اما بریم سراغ موضوع دیگه یعنی تک و پاتک روزنامه هر دو باند به خاطر اعترافات محسن رضایی به جنایت‌های جنگی هستش که توی روزنامه هر دو باند ادامه داره ایران ارگان دولت آخوند روحانی در مورد به صحنه اومدن پاسدار رضایی توی تلویزیون برای جمع جور کردن این قضیه نوشته چنین صورت عملی در تدارک یک برنامه تلویزیونی برای پاسخگویی به افکار عمومی میتواند نشانه میزان و شدت گستردگی موجی باشد که علیه رضایی به راه افتاده بود و در ادامه در همین رابطه به موجی که توی جامعه علیه جنگ ضد میهنی را افتاده اشاره میکنه و اضافه میکنه که آنچه رضایی در این برنامه گفت خود به پرسش ها و مباحث دیگری درباره تاریخ هشت ساله جنگ تحمیلی دامن بزند به عبارت دیگر آن توییت رضایی در جمعه گذشته هنوز هم سر دراز دارد نگاهی هم به چند تا تیت از بعضی از بحران های دیگه رژیم داشته باشیم روزنامه آرمان زده آمار تورم را کتمان نکنید و اخبار سنت هم نوشته جه جهش قیمت مواد پروتئینی در بازار و ابرار اقتصادی که تیت زده ورود 23 هواپیمای سخو فعلا منتفی شد و اقتصاد ملی از قول وزیر ارتباطات باید در فضای مجازی آتش به اختیار وارد شوید خب دوستان عزیز این بود مرور امروز ما به روزنامه حکومتی خیلی ممنون و متشکر از همه شما